exhibition at the South. آثاری که اینجا می‌بینین کار هنرمندایی که به دلایل مختلف در بندن. نام نمایشگاه من دیگره و برگزار کنندش طبق معمول هر سال بنیاد کسلر آرتز. کارها عموماً از آثار زندانیان زندانهای نقاط مختلف بریتانیاست و در یک مورد از خارج از بریتانیا. هر سال یه فرد اهل هنر آثار رو انتخاب میکنه و امسال سویتو کینچ که موزیسین و ساکسیفونیست سبک جازه کارا رو انتخاب کرده. نام نمایشگاه رو هم خودش انتخاب کرده. عنوان نمایشگاه من دیگره و دو وجه برای این اسم گذاری هست. اول اینکه میخواستم بگم که فرد میتونه از فضایی که جسمشو محدود کرده فراتر بره، همونطور که در خیلی از این آثار قدرت تخیل انسان و محدود نبودنش به جبر محیط مشهوده. و دیگه اینکه در کارهایی که انتخاب کردم اشاره به لایه‌های مختلف وجود انسان و چند وجهی بودن خود انسان مرتب به چشم میخوره. سویتو همونطور که گفت از من دیگر چند منظور داشته، ولی یکی از مهمترین جلوه های این اسم در تعداد پورتره هایی که برای نمایش انتخاب کرده. در نمایشگاه من دیگر ما پورتره های زیادی داریم که همه به نوعی گذار یک انسان از یک شرایط روانی رو به شرایط روانی دیگه نشون میده. خیلی اسم با مسماییه، چون تو کار هنرمندان دربند ما این توجه به امکان تغییر کاملا به چشم میخوره. از طرفی جامعه هم معمولا به شکل خاصی به زندان یا نگاه میکنه و به شکل خاصی اونا رو چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ رفتاری قضاوت میکنه و خلق این آثار و نمایشش برای زندانیان راهیه که خودشون رو از قاب این تصور غالب بیرون بکشن و بگن من قادرم تغییر کنم. از نظر تکنیک هنری گاهی آثار این زندانیا با کار هنرمندان مطرح برابری میکنه. تابستون گذشته کار 4 تا از هنرمندامون برای نمایش در آکادمی سلطنتی هنر بریتانیا که از اعتبار خاصی برخوردار انتخاب شد. گاهی هم شده که هنرمندامون بعد از آزادی به دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های هنر میرن و ما اینجا توی بنیاد کسلر آرتز ازشون در این راه حمایت میکنیم و کمکشون میکنیم تا بتونن کار هنری رو ادامه بدن. بنیاد ما رو در سال 1962 فردی به نام آرتور کسلر تأسیس کرد. شاید کسلر رو بشناسین. خودش آدم جنجالی بود و بارها به زندان افتاده بود. اون به تجربه فهمیده بود که چقدر مشغولیت به هنر توی زندان به زندانی کمک میکنه، چون خودش توی زندان مینوشت. اون وقتی از زندان آزاد شد در کنار فعالیتش در کمپینی که بر علیه مجازات اعدام داشت این بنیاد رو هم تأسیس کرد. It's a annual competition for prisoners of both sexes and all ages in prisons for hostels and in special hospitals, you know, Broadmoor and so on. And the competition is in literature, painting and model making, and music. But the idea, of course, was to combat the death of the spirit in a prison, you know, which privileges in food and so on can never counteract. And if you have been in jail yourself, then you know that. هدف ما از اون روز تا به حال تغییری نکرده. تنها تفاوت اینه که اولین مسابقه و نمایشگاه کسلر در یک کتاب فروشی برگزار شد و 300 نفر شرکت کننده داشت. و امروز ما تو مجموعه معتبر ساوت بانک سنتر هستیم و 8000 شرکت کننده داریم. ولی همونطور که گفتم هدف هنوز همونه که تو سال 1962 بود. حمایت از افراد دربند و کمک به اونو از طریق هنر. ما اطمینان داریم که کار هنری و شرکت توی این نمایشگاه برای هنرمند زندانی عزت نفس و اعتماد به نفس میاره. به قدرت هنر و تأثیر مثبتش روی زندگی افراد هم خوب واقفیم. در بیشتر موارد هنر به فرد کمک میکنه که از مشکلات گذر کنه و با ایجاد تحول درونی زندگیش رو عوض کنه. ما از نزدیک دیدیم که هنر چطور به بعضی از زندانیا کمک کرده که دوره زندان و زندگی بعد از آزادیشون رو راحت‌تر بگذرونن و زندگی کنن.